سومین کنفرانس بین‌المللی احیای میراث علمای کربلا با محوریت اندیشه و رهبری آیت الله العظما میرزا محمد تقی شیرازی با حضور صدها تن از علما، روحانیون، طلاب، دانشجویان، پژوهشگران، فعالان و چهره های برجسته دینی، فرهنگی، اجتماعی و برخی مسئولان محلی و غیر محلی در حرم مطهر امام حسین علیه السلام آغاز شد. در این کنفرانس بین‌المللی دهها مهمان از خارج از عراق هم حضور یافتند. هدف از برگزاری این کنفرانس علاوه بر معرفی جوانب مختلف زندگی مرحوم آیت الله العظما میرزا محمد تقی شیرازی قدس سر رو بررسی اندیشه و جایگاه علمی و سیاسی این عالم و رهبر شیعی در انقلاب 1920 عراق علیه اشغالگران بریتانیایی است استاد حسن رشید عبایچی تولیت آستان مقدس حسینی در سخرانی خود در ابتدای این کنفرانس گفت احیای میراس علما، مراجع و رهبران شیعه و از جمله مرحوم آیت الله لزما میزا محمد تقی شیرازی قدس از روح به منزله احیای میراس امت است. این عالم بزرگوار در شیراز متولد شد اما مدت زیادی از عمر با برکت خود را در عراق زندگی کرد و رهبری انقلاب مردمی 1920 مردم عراق علیه اشغالگران انگلیس را بر عهده داشت و در طول عمر خود اهمیت بسیار زیادی به دفاع از دین و مذهب شیعه داد و در این راه از هیچ تلاش، کوشش یا هزینه مادی و معنوی کوتاهی نکرد وی در ادامه افزود مرحوم آیت الله لزما میرزا محمد تقی شیرازی قدس سر رو علاوه بر علم فراوانی که داشت در زهد و تقوا هم کم نداشت و نمونه بارزی از یک عالم تمام و کمال بود و اخلاق ایشان زبان زد شد ایشان مانند ستاره درخشان در جامعه شیعه بود و نه تنها از نظر سیاسی و دینی فعال بود بلکه بسیار مردمی بود و خدمات فراوانی برای مردم عراق ارائه کرد و نمونه یک انسان کامل و آزاده بود و نور حضور ایشان در میان مردم در سراسر عراق و حتی دیگر کشورها تابیده میشد.